سرخط مهمترین ها. خواست امارت اسلامی به تعامل امریکا با افغانستان. سخنگوی امارت اسلامی سیاست اعمال فشار را راه حل نمیداند. راه حل اعمال فشار ها نیست، راه حل مذاکرات است، تفاهم است. تأکید امارت اسلامی به پشتیبانی از تولیدات داخلی. عبدالغنی برادر از سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی خواسته تا تولیداتشان را با معیارهای جهانی برابر کنند. چه خپل تولیدات، واردات، صادرات داشته معیارونو مطابق برابر کنیم. تأکید هند به پشتیبانی از مردم افغانستان. وزیر خارجه هند گفته که کشورش به کمک کردن مردم افغانستان در شرایط سخت و دشوار متحد است. و متهم شدن ایران به نقض قطعنامه شورای امنیت. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی امریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده و گفته که سیاست اعمال فشار بر افغانستان راه حل نیست. آقای مجاهد در گفتگو به رسانه ترکی گفته که افغانستان آرام و با ثبات به نفع منطقه و جهان است و از جامعه جهانی به شمول امریکا خواسته تا امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسند و بار دیگر تاکید کرده که حکومت کنونی متعهد بر رعایت حقوق اساسی شهروندان به ویژه به عنوان در چارچوب شریعت اسلامی است. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. متهم شدن امریکا به نقض توافقنامه دوحه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید بر بنیاد توافقنامه دوحه امریکا باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد، اما به گفته او امریکا برعکس تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان وضع کرده. آقای مجاهد در گفتگو با یک رسانه ترکی تاکید دارد که سیاست اعمال فشار راه حل نیست و امریکا باید در سیاست خود تغییر بیاورد. ما آل بازم پیشنهاد میکنیم با امریکا که راه حل فشار نیست، راه حل اعمال فشار ها نیست، راه حل مذاکرات است، تفاهم است. بین بازم مسائلی را که باقی مانده با هم در تفاهم حل بکنیم تا ملت افغانستان هم سرفراز و یک ملت آزاد و زندگی بکنه، آمریکا هم تعامل خوب با افغانا داشته باشه، یک صفحه جدید را باز بکنیم. این باز مربوط با آمریکا میشه که چه قسم تصمیم میگیره. سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر اطمینان میدهد که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. به گفته ای او افغانستان باثبات و مرفه به نفع کشورهای منطقه و جهان است و از جامعه جهانی میخواهد تا با امارت اسلامی تعامل کند. امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شو و همراهشان همکاری بیشتر صورت بگیره، هم در عرصه دیپلماتیک هم در عرصه اقتصادی. این به نفع کشورها است، بخصوص بین ملت افغانستان و ملت ترکیه قرابت زیاد را تأمین میتونه و اعتماد بیشتر را ایجاد میتونه و به نفع هر دو کشور است و ما امیدوار همچه روزی هستیم. او در رابطه با محدودیت ها بر بانوان میگوید امارت اسلامی متعهد بر رعایت حقوق اساسی شهروندان به ویژه بانوان است و در تلاش ایجاد فضای امن برای تحصیل دختران و همچنان محیط امن برای کار بانوان میباشد. امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش های خود را میورزه که زمینه بسیار مسئول و محفوظ که چارچوب شریعت او تطبیق شده باشه برای خانم ها مهیا شود، هم در بخش تعلیم و تربیه خانم ها، هم در بخش کار خانم ها. باید شریعت اسلامی عملی باشه، خانما مسئول باشن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روانی. در افغانستان واکمنی ته و ضروری ګڼل کیږي چې دوی د خبرو د ډګر نه عملی ډګر ته راووزي، تر څو خلک وشي کړای چې په دوی باندې اعتماد وکړي او همدا رقم هغه کومې خبرې چې کوي په هغې باندې د هغوی د رښتیا یقین راشي. این مقام امارت اسلامی هرچند حضور گروه داعش را در افغانستان تایید می کند، اما می گوید شمار افراد داعش در مقایسه به گذشته کاهش یافته و حکومت کنونی در تامین امنیت شهروندان به گونه جدی تلاش می کند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران از سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی خواسته تا برای بلند رفتن کیفیت تولیدات خود را با معیارهای جهانی برابر کنند. آقای برادر میگوید سرمایه گذاران نقش مهم در تقویت اقتصاد ملی دارند و امارت اسلامی با آنان همکاری خواهد کرد.
نشست زیر نام پشتیبانی و تشویق سکتور ذوب آهن افغانستان جهت رشد اقتصاد ملی. این برنامه از سوی اداره نرم و استاندارد برگزار شده و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران هم اینجا حضور یافته است. معاون رئیس وزیران میگوید که امارت اسلامی پشتیبانی از تولیدات داخلی را در اولویت قرار داده است. او تاکید دارد که تولیدات باید با کیفیت و با معیارهای جهانی صورت گیرد. غواړم د هیواد په اقتصادي برخه کې د یو مسؤل په صفت پر ټولو صنعتکارانو او تجارانو باندې غږ وکم چې خپل تولیدات، واردات، صادرات د شته معیارونو مطابق برابر کړي او د معیارونو خلاف له تولید، وارداتو او صادراتو څخه ډډه وکړي. این مقام ارشد امارات اسلامی همچنان تاکید دارد که حکومت کنونی از هر تلاشی برای رشد صنعت در کشور دریغ نخواهد کرد. ځکه اسلامي امارات که د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ په مخه صنعت ته ترجیح ورکوي، کیفیت او معیاري بیا د اولویت په درجه کې قرار لري. مسئولان وزارت شهرسازی و اداره نرم استاندارد هم از شرکت های ذوب آهن میخواهند تا دیدگاه هایشان را در مورد تولیدات معیاری با آنان شریک کنند. په خپل تشکیلاتو کې د کنټرول او د کیفیت خو په ځانګړې توګه د ساختماني موادو موږ خوښن ځای لرو. البته له کوم ځای نه چې موږ کوم سټنډرډونه اخلو او یا د هغوی دپاره موږ کوم کوډونه ږدو هغه ملي نه و، اوس هم نه دي. نو په همدې غونډه کې غواړم دا ښکاره کړم چې د کیفیت د څارنې بهیر په دوامداره توګه جاری ساتو. همداشان ګرانو سوداګرو او همکارانو ته زموږ پیغام دا دی چې د سټنډرډ ملي اداره ستاسو سره پریکنده ملاتړ اعلانوي، خو په داسې حال کې چې ستاسو تولیدات او واردات معیاري وي. اتحادیه ذوب آهن ما خواهان همکاری بیشتر امارت اسلامی است. به گفته مسئولان این اتحادیه، در حال حاضر 50 شرکت ذوب آهن با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در کشور وجود دارد و در این شرکت ها 20 هزار تن مصروف کار هستند. دموک زره وسپنه یا زاره تو که به هر تا بند کل چه بخواه وقت که موک سرم توان ده خریدنه و موک مشکلات در لو در بانگو که چه داده موک ده پارا دیر غط و دیر غط مهم کار و اسلامی امارت بکن. دوم کار چه دموک سره اسلامی امارت بکن اغاده و چه دموک پا بانکو که چکم پیسه وی اغای موک ده مجراکی. مقام های امارت اسلامی میگویند که تلاش ها روی رشد اقتصادی جریان دارد و با گذشت زمان افغانستان به کشور صنعتی مبدل خواهد شد. جی شنکر وزیر خارجه هند میگوید کشورش به کمک کردن مردم افغانستان در شرایط سخت و دشوار متعهد است. وزیر خارجه هند در گفتگوی زیر نام نقش هند در امور جهانی گفته که مردم افغانستان باید در مورد کشورشان تصمیم بگیرند. جی شنکر اتفاقهای پسین در افغانستان را غم انگیز خوانده و گفته که هند نقش تعیین کننده در افغانستان ندارد. در این مورد گزارش از ایمل سیار. تعهد به یاری در روزهای دشوار زندگی. جی شنکر وزیر خارجه هند در گفتگوی زیر نام نقش هند در امور جهانی میگوید کشورش به کمک کردن مردم افغانستان در شرایط سخت و دشوار کنونی متحد است. کاری که هند می تواند انجام دهد کمک به مردم افغانستان در شرایط دشوار است. وزیر خارجه هند اتفاقهای پسین در افغانستان را غم انگیز توصیف کرده و گفته که کشورش نقش تعیین کننده در سرنوشت افغانستان ندارد. هند در افغانستان یک حضور استخباراتی داره. موازی به ازی است که گروه های که به زدش کار کرده میتونند در اینجا پایگاه پیدا کرده نتانند و حضور استخباراتی خود یک پوشش کمک بشری داده. به گفته او مردم افغانستان باید در مورد آینده و سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند. اتفاقات غم انگیز در افغانستان در حال رخ دادن است. هند نمی تواند تعیین کند که در افغانستان چی اتفاق می افتد. افغان ها باید تعیین کنند که در افغانستان چی اتفاق می افتد. روابط افغانستان با هند در دو دهه پسین کش و قوس های بیشماری داشته. حالا دیده شود که در شرایط تازه تعامل میان این دو کشور در چه شرایط صورت خواهد گرفت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید که تنها در جریان 3 سال پسین گراف فقر در افغانستان به 97% رسیده. این سازمان با نشر گزارش میافزاید که کاهش درآمدها و افزایش قیمتها سبب شده تا رقم فقر در افغانستان بلند برود. از سوی هم سفیر پاکستان در روسیه از آغاز ترانزیت دو کشور از خاک افغانستان خبر داده است. شمایل موسوی. نگرانی اوچا از افزایش کمپیشینی فقر در 3 سال پسین در افغانستان. اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که در جریان 3 سال پسین شمار افغان‌هایی که در فقر شدید به سر می‌برند از 47% به 97% رسیده است. اوچا می‌افزاید تنها در 3 سال کسانی که در فقر شدید به سر می‌بردند از 47% به 97% رسیده است. کاهش درآمدها، افزایش قیمتها و بحران نقدینگی پسین همه به این رقم ننگین کمک کرده است. ما باید همین حالا اقدام کنیم. در این میان شماری از آگاهان بر این باورند که امارت اسلامی برای حل چالش های اقتصادی باید با کشورهای منطقه تعامل سیاسی داشته باشد. رفع تمامی مشکلات اقتصادی تعاملات سیاسی است. زیرا که ما ده ها بار تکرار میکنیم، بازم تکرار خواهد کردیم که تنها تعاملات سیاسی است که میتونه ما را از معضلات اقتصادی بیرون کنه. ما در شرایط قوی تولیدات اقتصادی نیستیم که در حقیقت بتونیم تنها خود ما از درون افغانستان همه چیز حل کنیم. برخی دیگر هم میگویند که این آمار صحت ندارد و ملل متحد و نهادهای مددرسان همواره در گزارش هایشان آمار بالا را به کار میبرند. با این حال شفقت علی خان سفیر پاکستان در روسیه در گفتگو با خبرگزاری تاس از آغاز ترانزیت کالا بین دو کشور از خاک افغانستان خبر داده است. روسیه و پاکستان در حال ترانزیت کالا از طریق خاک افغانستانند و باید بگویم برای نخستین بار حجم زیاد از تجارت از طریق خاک افغانستان انجام می شود و این روند 25 تا 35 روز طول می کشد. این در حال است که برنامه خوراک سازمان ملل تا کنون به 22 میلیون تن در افغانستان کمک غذایی کرده و در نظر دارد تا در زمستان پیش رو ماهانه به 15 میلیون تن دیگر نیز کمک غذایی بفرستد. بخش های لابراتوار و عاجل بیمارستان انتانی با هزینه نزدیک به 500 هزار دلار آمریکایی از سوی سازمان جهانی بهداشت در کابل گشایش یافت. مسئولان بیمارستان آنتانی میگویند که با فعال شدن این دو بخش به چالش های بیماران رسیدگی به موقع خواهد شد. سرپرست وزارت صحت هم میگوید که در 20 سال گذشته گام های مثبت در بخش صحت برداشته نشده بود، اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی فعالیت های خوب در بخش صحت انجام شده است. در این مورد نوید صمدی گزارش میدهد. ادامه کمک سازمان جهانی بهداشت برای سیستم درمان در کشور. با تازگی دو بخش لابراتوار و شعبه عاجل در بزرگترین بیمارستان انتونی افغانستان به هزینه نزدیک به 500 هزار دلار آمریکایی از سوی سازمان جهانی بهداشت گشایش یافت. مسئولان بیمارستان انتونی هم فعال شدن این دو بخش را برای بیماران خیلی مهم عنوان کرده و می‌افزایند که با فعال شدن این بخش ها چالش های پزشکان و بیماران حل خواهند شد. اوز دغه ماشین الا چې بایو سیفتی کابینټ ده، یعنی په دویم لیول کې همدارنګ د پی سی آر ماشین ده، جن اکسپرت ماشین ده، ویلیزا ماشین ده، هیماتولوژي ماشین ده، او کیمستری ماشین ده، او کلچر ماشین ده، چې موږ هغه ناروغان چې په دې پوه شو چې په کوم دوا سره رزیسټانت ده او هغه نتیجه نه ورکوي، نو بیا موږ کلچر کوو، پس هغه نه به ورته مشخصه دوا ورکوو. د لابراتوار خونه چې ده هغه په یو سل و پنځوس متر مربعی کې د 3,50,000 امریکایی ډالر په ارزښت جوړ شوی او رغول شوی دی، او هغې دپاره ټول هغه وسایل چې کوم لازمي او ضروري دي هغه آماده شوي دي او دلته فعال دي، کارکوونکي هم روزل شوي دي. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه هم در مراسم گشایش این دو بخش میگوید که در 20 سال گذشته هیچ اقدام مؤثر برای سیستم درمان افغانستان انجام نشده بود، اما با تحول پسین گام های خوب در بخش صحت برداشته شده است. دلته یو وری ولست ضرورتی بیا امارت اسلامی پخپل یو شباندی هم سرپه نده کردی او پخپل طول توانایی و طاقت بندی دی خپل ولست ضرورت تا زن رسولای ده او دی ولست ضرورتی رفع کرده ده. نن پا 500 کالو که پا انتانی شفخانه که مگو تاسی طول دی گواه یو چه الحمدلله مګه تا دل شل بستریزه
یو امرجنسی هم جوړیږي، دلته یو جدید او اکسپرت لیبارټری هم جوړیږي، دلته موږ ته نور د ضرورت وړ ټول هغه کارونه کیږي چې هغه د ټولنې ضرورت و، د ولسونو ضرورت و، د ډاکټر صاحبانو ضرورت و. آقای عباد همچنان تاکید دارد که به همه چالش ها در بخش صحت توجه دارد و از جهان می خواهد تا برای حل آن چالش ها با حکومت کنونی همکاری کنند. از سوی هم پزشکان در این بیمارستان می گویند که این بیمارستان توانایی تشخیص 17 نوع بیماری را دارد و چالش هایی که در گذشته وجود داشت حالا برطرف خواهد شد. 90% تشخیص بدلی کیږي پات مولیکولر یا سایتوجنټکس پات کیږي چې پرغه باندې کار روان دی او داغه ټارګټ 2023 کال په دما باندې کې هغه به هم تر سره کو ان شاء الله. نو زموږ هدف دا و چې د تشخیصي بخش د ځای ته ورسو چې د ملت ټول ضرورت پوره شي. په دې کې قبلا وخت کې مو ای لابراتوار د اینجا فعال نشده بود، مخصوصا مریضان که مصاب به مرض کانگو هستن یا تب کریم کانگو، اینا بسیار زیاد یعنی به حالت بسیار وخیم در شفاخانه مراجعه میکردن، خونریزی های شدید میداشتن و همچنان باعث از این میشد که مریضان تلف شوند. در سطح کشور این تنها بیمارستان میباشد که بیماران انتونی یاساری اینجا درمان میشوند و با فعال شدن این بخش ها بیماران دیگر نیاز به رفتن برای درمان به خارج از کشور را ندارند. کمیته جهانی صلیب سرخ از جامعه جهانی میخواهد تا برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان به این کشور کمک کند. این نهاد و وضعیت میلیون ها تن از جمله خانواده های بی سرپرست و کودکان را نگران کننده خوانده و تاکید بر کمک های بشری به افغانستان کرده. کمیته صلیب سرخ همچنان میافزاید که اگر به خانواده هایی که وضعیت آنان روز به روز در حال بدتر شدن است رسیدگی نشود، جهان گواه فاجعه بزرگ خواهد بود. در این مورد هم نوید صمدی. نگرانی صلیب سرخ از وضعیت بد زندگی خانواده های نیازمند در افغانستان. کمیته جهانی صلیب سرخ در رشته تویت های وضعیت نیازمندان در افغانستان را وخیم اعلام کرده و خواهان توجه جامعه جهانی به افغانستان شده است. روز به روز نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان در حال افزایش است. جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند تا با این بحران انسانی فزاینده مقابله کند. اشکمسیر یک وقت نمیخوریم. یک وقت نانش کمسیر نمیخوریم. از بیچارگی بیروزگاری صوبکی وقت میبریم تا خوفتنه. الا ساعت 70 80 50 کار میکنه. تمام روز میزنم صدر به دو صدر بم پیدا نمیشه. مشکلات ما سخت در خانه میشه نداره. این کمیته وضعیت میلیون ها تن به شمول کودکان را نگران کننده عنوان کرده و تاکید بر کمک های بشری به افغانستان می کند. میلیون ها تن از جمله زنان بیوه و کودکان یتیم مجبور شدند به خیابان ها بیایند و برای یافتن غذا تلاش کنند و این فاجعه بار است. شماره هم تاکید دارند که برای مبارزه با پدیده فقر باید راه های منطقی و سنجیده شده روی دست گرفته شود. در غیر آن جهان با نگرانی هایش هیچ درد را درمان نمی تواند. زدمندهایی که بین سیاسون وجود داشت و جنگهایی که در ولایت مختلف افغانستان رو به افزایش بود و همچنان کمک های خارجی کاهش پیدا کرده بود و بی‌اعتمادی در بین مردم روز به روز افزایش پیدا می کرد و حتی در زون های اقتصادی جرایم مالی بیشتر می شد. این در حالی است که با تازگی سازمان ملل گزارش را به نشر رسانده که 20 میلیون تن در افغانستان در حالت اضطراری بشری زندگی می کنند و نیاز جدی به کمک دارند. همزمان با تجلیل از روز جهانی هنر از سوی امارت اسلامی، یک مرکز مجهز برای رشد و پشتیبانی از هنرمندان و مخترعان در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی گشایش یافت. قرار است ظرفیت جذب دانش آموزان در این مرکز بیشتر و زمینه رشد هنر هم فراهم شود. با آنکه مسئولان حکومتی از دوام حمایتشان از هنر اسلامی خبر می‌دهند، اما هنرمندان افغان جایگاه فعلی هنر در کشور را قناعت بخش نمی‌دانند. در حالی که نگرانی ها از به حاشیه رفتن هنر در حکومت جدید بیشتر شده، مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی اینجا مرکزی را به منظور پشتیبانی از هنرمندان و مخترعان در کابل بازگشایی کردند. قرار است ظرفیت جذب دانش آموزان در این مرکز نوآوری بیشتر شود.
فعلا 50 نفر حدودا ما امکانات رو برای مخترعین البته تنها به اونا ساخته شده، بخشای اداری اینا بستایی که لازم بود به اونا ساخته شده و این مرکز که شما میبینید در اینجا از نظر کامپیوتری و کتابخانه همه چیز برای چی مهیا شده و انشالله بخش مالی از اینا رو باز ما صحبتای داریم به همراه جناب رئیس الوزراء که اونا حمایت میکنه. مقام های امارت اسلامی اطمینان میدهند که حکومت شرایط لازم برای رشد فرهنگ اسلامی را فراهم و از تقویت هنر پشتیبانی میکند. نظام در حق استعدادونو حمایت وکوی چه دوی که ورته است استعداد است در نوشت در جورولو او در اختراع کولو. با این حال اما هنرمندان و مخترعان میگویند که با تحولات سیاسی در کشور هنر کم رنگ شده و از حکومت خواستار اقدامات جدی در این بخشند. حکومت در این عرصه میدانه که بازارهایی که فعلا بنده سوا میشه که باز شده حوضای امنیتی که ارچقه خوب تر شده و نمقدر تولیده زیادتر میشه و همچنان دولت میتونه همکاری که زیادتر کنن حمایت کنن از ایگونه نمایشگاه هایی که برگزار میشه، ایگونه اینستیتوت هایی که هست برگزار شده، فیروسکو و دیگر نمایشگاه که شما میبینید آنها میتونند که از کل دیو حمایت کنند و پیشرفت شود. مشکلات ما یک ماشینالات است که از خارج میاد، این ماشینالات سامانش یافت نمیشه و اگر کدام پرزه چیزش خراب شد ما دسترسی نداریم که را جور کنیم. دانش آموزان در این مرکز به تازگی یک موتر برقی را ساختند و قرار است از آن در نمایشگاه سال آینده میلادی در قطر رونمایی شود. سوال هم در مهمترین های از جهان. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این کشور با بریتانیا و فرانسه درباره نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران به دلیل فروش پهباد به روسیه موافق است. قطعنامه 2231 در سال 2015 و برای تضمین اجرای برجام صادر شده بود. اوکراین در دو ماه گذشته بارها روسیه را به کاربرد پهپادهای ساخت ایران و به ویژه شاهد 136 متهم کرده است. تهران فروش پهپاد به روسیه را تکذیب می‌کند و مسکو در قبال این اتهام‌ها سکوت کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کرملین بدون تایید یا رد خرید تسلیحات نظامی از ایران، عزم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه ایران به دلیل کمک تسلیحاتی به روسیه در جنگ اوکراین را منحرف کردن توجهات از موضوع خرابکاری در خط لوله گاز نورد استریم دانسته است. ساعت پس از حملات تازه روسیه و پایتخت اوکراین با پهپادهای انتحاری، وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های تازه علیه ایران در صورت اثبات استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین شدند. روسیه صبح روز گذشته با پهپادهای انتحاری به چندین نقطه از جمله در مرکز شهر کیف حمله کرد. اوکراین میگوید این پهپادها که در حملات گسترده هفته گذشته هم استفاده شد، ساخت ایران است. در نتیجه سقوط یک جنگنده سوخو-34 روسیه در یک منطقه مسکونی در شهر بسک واقع در جنوب روسیه، دست کم 13 نفر کشته شدند. 3 کودک در میان قربانیان بودند. مقام‌های روسی گفتند که 68 تن از آتش سوزی در این ساختمان 9 طبقه نجات یافتند. دو خلبان هواپیمای سوخو-34 که در این پرواز آموزشی حضور داشتند قبل از برخورد این جنگنده با ساختمان، با خروج اضطراری از هواپیما به بیرون پریده و نجات یافتند. وزارت دفاع روسیه میگوید که یکی از موتورهای این جت جنگنده در جریان پرواز آزمایشی آتش گرفته است. کمیته دولتی تحقیقات که وظیفه بررسی جرایم سنگین را بر عهده دارد گفته است که تحقیقات جنایی را در این زمینه آغاز کرده است. کاخ کرملین میگوید ولادیمیر پوتین در جریان این حادثه قرار گرفته و دستور داده تا تمام اقدامات لازم برای کمک به قربانیان انجام شود و مقام‌های بهداشتی و سوانح غیر مترقبه را به محل اعزام کرده است. به گفته این مقام محلی یک ساختمان 9 طبقه آتش گرفته و چند طبقه آن یکجا دچار حریق شدند. 17 آپارتمان بر اساس تخمین های اولیه آسیب دیدند. یونان اعلام کرده که 92 مهاجر تقریبا برهنه با بدنهای کبود را پیدا کرده که میگویند به زور از طریق رودخانه ایوروس از ترکیه به یونان منتقل شدند. وزارت حفاظت مدنی یونان گفته که وضعیت تکان دهنده این مهاجران تصویر غیر انسانی و غیر متمدنانه را به نمایش می‌گذارد. این مهاجران گفتند که ماموران مرزی ترکیه آنها را با خشونت وادار کردند برهنه و با قایق‌های پلاستیکی مسیر آبی را به مقصد یونان طی کنند. در همین حال فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات رئیس جمهوری ترکیه در واکنش انتشار تصاویری از سوی یونان این اخبار را جعلی خوانده و متقابلا یونان را به بدرفتاری متهم کرده است. در سالهای اخیر روابط یونان و ترکیه بر سر مسائل مختلف از جمله مسائل ارضی و مهاجرت متشنج بوده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این رفتار را ظالمانه گفته و خواهان بررسی آن شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که از پیدا شدن 92 پناهجوی برهنه در مرز ترکیه و یونان به شدت ناراحت است. این نهاد گفته چنین رفتار ظالمانه را محکوم می‌کند و خواهان تحقیقات کامل درباره آن است. در ادامه اول هم مهمترین های ورزش امروز با میلاد نجیب. آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر 14 سال کشور برای حضور در رقابت های مرکز آسیا زیر نظر ظاهر حسنی در کابل آغاز شد. این رقابت ها با حضور 14 ساله های فوتبال افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران از تاریخ 11 تا 19 نوامبر ماه آینده میلادی به میزبانی تاجیکستان را اندازی خواهد شد. قرار است ملی پوشان فوتبال 14 سال کشور در نخستین بازی خود در این رقابت ها در برابر تیم ملی فوتبال 14 سال ایران بخت آزمایی کند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی تدارکاتیش در رقابت های جام جهانی کرکت 20 آوره فردا به مساف تیم ملی کرکت پاکستان می رود. ببرهای آبی پیش از این توانسته بودند در نخستین بازی تمرینی خود تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 62-2 شکست دهد. این در حالی است که کرکت بازان پاکستان چند پیش در رقابت های جام ملت های کرکت آسیا توانسته بود تیم ملی کرکت افغانستان را از پیش رو بردارد و راهی دیدار نهایی جام ملت های کرکت آسیا شود. پرونده هفته نهم لالیگا اسپانیا هم با پیگیری یک بازی بسته شد. در این دیدار دو تیم فوتبال ویارال و اوساسونا با هم به رقابت پرداختند که سرانجام ویارال توانست با 2 گل اوساسونا را از پیش رو بردارد و 3 امتیاز این بازی را کسب کند. در لالیگا رئال مادرید با 25 امتیاز در صدر، بارسلونا با 22 امتیاز در رده دوم و اتلتیکو مادرید هم با 19 امتیاز جایگاه سوم این لیگ را در اختیار دارد. کریم بنزما بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه و باشگاه رئال مادرید به عنوان بهترین بازیکن و برنده توپ طلای سال 2021-22 برگزیده شد. بنزما با عملکرد خود و کسب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با رئال مادرید در فصل گذشته توانست برای نخستین بار این عنوان را به دست آورد. در سوی دیگر در بخش زنان، الکسیا پوتیلاس بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا برای دومین فصل متوالی به عنوان بهترین بازیکن سال زنان انتخاب شد و دومین توپ طلا را در بخش زنان به نام خود ثبت کرد. مراسم اهدای توپ طلا همساله از سوی این روزنامه فرانسوی و با آرای مربیان فوتبال، کاپیتان‌های تیم ملی فوتبال و روزنامه‌نگاران ورزشی از سراسر جهان انتخاب می‌شود. در پایان هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.